میشه ماسکا رو ضد عفونی کرد و دوباره ازشون استفاده کرد؟ آیا خانمای حامله بیشتر در معرض ابتلا به ویروس کرونا هستن؟ آیا ورزش هوازی شانس ورود ویروس به بدن رو بالا میبره؟ سلام بر شما. اینا چند نمونه از سوالایی که شما از ما پرسیدین. امروز جواب اینها و خیلی از پرسشایی که این روزها با هشتگ از ما بپرس برامون فرستادید رو در این برنامه میگیرین. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه. مثل دو روز گذشته امروز هم کارشناس رو دعوت کردیم که پاسخ دغدغه‌های ذهنی این روزهای شما در مورد کرونا رو بدن. مهمون امروز ما دکتر حمیدرضا ستایش، کارشناس سلامت عمومی از اتحادیه جهانی واکسیناسیون هستند. فرنم تلگرام، اینستاگرام و توییتر رو زیر رو کرده تا نگرانی‌های شما رو به ما بگه. باید بگم که کمبود مواد ضد عفونی کننده فقط مشکل ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان مسئله ساز شده، تا جایی که سازمان بهداشت جهانی هم در مورد هجوم مشتری‌های نگران هشدارهایی داده. حراس و نگرانی که به وجود اومده رو چطور میشه کنترل کرد؟ در ادامه برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت. بریم پیش نازنین و مهمون برنامه و سوال‌هایی که شما پرسیدید. دکتر ستایش، خیلی ممنون از وقتی که به ما دادین. اول از همه راجع به تازه ترین خبرها در مورد تولید واکسن بهمون بگید. سلام به شما و بینندگانتون، ممنون از وقتی که به من دادین. واکسن کرونا خب از بحث‌های داغ امروز هست و ما یه شانسی داریم، اینه که ما چند سال پیش در وقتی که سارس به وجود اومد همه گیریش و دنیا رو تکون داد، یه سری کارا در مورد واکسن سارس شروع شده که از شباهت‌هایی که سارس و کرونا با هم دارن، کووید 19 بیماری کووید 19 با هم دارن، میشه درس‌هایی گرفت و میشه برای اون واکسن‌هایی رو تولید کرد خیلی سریع‌تر از حالتی که معمولاً طول می‌کشه. شاید براتون جالب باشه، برای بینندگانتون جالب باشه که معمولاً از وقتی که ما کشف می‌کنیم یک واکسن رو و تا وقتی که این واکسن در واقع تایید میشه و قابل استفاده میشه، چیزی که در گذشته بوده 15 سال طول می‌کشه. نمیشه انتظار داشت که یه واکسن رو توی چند ماه یا چند هفته اون سرعت بیرون داد، ولی امیدواری‌هایی هست که ما توی 4 ماه آینده بتونیم نسخه های اولیه این واکسن رو برای آزمایش بالینی داشته باشیم. و در حال حاضر عملاً روی 27 واکسن مختلف داره کار میشه که همشون میتونن در مقابل این ویروس موثر باشن. اینا هر مرحله‌ای که پیش میره تعدادشون هست میشن. ما انتظار داریم که تو 4 ماه آینده 4 تاشون به مرحله نهایی آزمایش بالینی برسن. وقتی آزمایش های بالینی شروع میشه، حداقل ما باید 6 هفته بهش وقت بدیم تا واکسن تجویز بشه، بی خطریش ثابت بشه، اثر بخشیش ثابت بشه، آزمایش هایی که برای اون افرادی که واکسن رو گرفتن لازم انجام بشه انجام بشه، و نهایتاً بعد از 8 هفته با اتمام اون داستان، یعنی حدوداً میشه اواخر تابستون، میتونیم انتظار داشته باشیم واکسنی برای استفاده در موارد همگیری مثل مورد فعلی بتونه مورد بررسی و مورد استفاده قرار بگیره. بازم تا تایید نهاییش ممکنه خیلی خیلی طول بکشه. فقط یه مثال ابولا رو من براتون میزنم که تولید واکسن ابولا با وجود اینکه ما واکسن رو داشتیم حتی 7-8 سال پیش وقتی که ما مواجه شدیم با اپیدمی ابولا در سال 2014، بازم بیشتر از 5 سال طول کشید ما تایید اولیه‌اش رو بگیریم با تمام اون حراس و همهمه‌ای که اطراف ابولا بود در اون زمان. بنابراین چیز سریعی نیست و نباید امروز و فردا منتظرش باشیم. ممنون دکتر ستایش. اگه پاسخ بقیه سوالا رو کوتاه‌تر بگین، چون تعداد سوالی که به دست ما رسیده خیلی زیاده. سوال بابک رو بشنویم. در مورد ویروس کرونا می‌خواستم ببینم خانم‌های باردار احتمال خطرشون بیشتره یا نه مثل آدم‌های معمولی هن. بعد اگر که بگیرن میتونن دارو مصرف کنن یا نه؟ همینطور نگرانی‌هایی هست در مورد کسایی که بچه شیر میدن، اگر خودشون مبتلا باشن باید چیکار کنن؟ اگر اجازه بدین من یه اشاره‌ای بکنم به روش‌های انتقالی که ما الان می‌دونیم از این ویروس که احتمالاً خیلی از سوالات بینندگان شما رو می‌تونه اونجوری توی قالب بشه جوابش داد. خب همه می‌دونن که این ویروس تازه است، بنابراین ما همه چیز رو راجبش نمی‌دونیم، ولی چیزی که می‌دونیم این هست که خیلی شبیه ویروس‌های خانواده سرماخوردگی آنفلوانزا و امثال اون هست. شباهت‌هاش به این صورت هست که شباهت‌ها و تفاوت‌هاش رو من عرض می‌کنم خدمتتون، این هست که این معمولاً وقتی منتقل میشه که ما علائم رو در شخص می‌بینیم، یعنی افراد بی علامت کمتر این ویروس رو منتقل می‌کنن. چیزی که تا اینجا ازش می‌دونیم و شباهت‌هایی که به سارس داشته که از همون خانواده هست، و این خیلی یه جورایی شاید آروم کننده هست، یه جور تأییدیه بر این که نباید اینقدر نگران بود که همه افرادی که بی علامت هستن ممکنه که
منتقل کنن بیماری رو و در خطر بقیه رو قرار بدن. این خیلی اهمیت زیادی داره، احتمالاً تو این بحث بازم بهش برمیگردیم. من چند تا از سوالاتی که همین ابتدا پخش رو شنیدم فکر کنم این خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم. از اون جهت وقتی که حالا ما به یک خانم باردار نگاه میکنیم، خب مثل هر فرد دیگر هست، میتونه بیماری رو بگیره. خانمای باردار به علت تغییرات هورمونی که بدنشون داره ممکنه بیشتر در معرض خطر باشن. چیزی که خطرناک میکنه وضعیت بارداری رو تب بالا هست، که اگر خانم بارداری مبتلا بشن و تب بالا داشته باشن، این هم میتونه در ماهای اول بارداری موجب نقایصی در جنینشون بشه و هم میتونه روی سلامت خودشون تاثیر داشته باشه. ولی تا الان ما نمیبینیم که موارد بیشتری مثلا خانم باردار مبتلا شده باشن. پس این وجه قضیه رو نباید پررنگ کرد و فکر کنیم که خانم باردار به طور خاص بیشتر در معرض خطر هستن. چون فرمودید کوتاه، در مورد شیر مادر هم ما در مورد کرونا اصلا مواردی نداریم که باشه. در مورد ویروس های مشابهش هم که قبلا مطالعه شدن، هیچ موردی ترشح شیر مادری این جور ویروس ها رو ما نداشتیم. چیزی که در عوض داشتیم این بوده که بعد از مدتی که اگر مادری مبتلا شده بوده و ایمنی ایجاد کرده، ما اون آنتی‌بادی ها رو، اون پادتنای ضد اون ویروس ها رو مثل ویروس سارس رو در شیر مادر داشتیم که به نوعی اگر یه چنین چیزی در طول زمان بیفته، شیر مادر میتونه به عنوان یک واکسن برای اون نوزاد عمل بکنه. در مورد صدای محدثه از هرات رو بشنویم. ببخشید دکتر ستش. میخواستم بپرسم که آیا درد در ناحیه پشت کمر، کتف و قفسه سینه به همراه سرفه های خشک میتونه یکی از علائم ابتلا به ویروس کرونا باشه؟ این یکی از چیزهایی که مردم در فصل زمستون خیلیشون نگران هستند و خیلی از بیماری‌های مشابه رو می‌گیرن و فکر می‌کنن کرونا گرفتن. ببینید، اولا تشخیص قطعی کرونا حالا با تست PCR کرونا هست و اخیراً هم میگن سی تی اسکن میتونه به عنوان یک عامل تشخیصی به ما کمک بکنه. هیچ کدوم از عوامل دیگه‌ای که حالا ما می‌خوایم لیست بکنیم به عنوان تشخیص کرونا حساب نمی‌شن. توی بیمارانی که به خصوص توی چین مطالعه شدن توی این یک ماه اندیه گذشته، تقریبا همشون تب داشتن. بیشتر از 80% تا حتی 98%شون تب و تب نسبتا شدید داشتن که این یک علامت شایع بوده توی همه. و در مرحله بعدی سرفه، یعنی حدود 2/3 کسایی که کرونا داشتن سرفه میکردن و حالا سرفه های خشک بیشتر، همونطوری که حتما هم شنیدین. یک مقدار خیلی خیلی کمتری، حدود 1/3 افراد تا 1/4 افراد تنگی نفس داشتن. ما با این سه علامت میتونیم شک به بیماری داشته باشیم. البته توی حالا الان ایران یه مقدار گستره بیماری بیشتر شده، افغانستان هنوز کمتر هست. معمولا وقتی ما این علائم رو به کرونا مشکوک میدونیم که مسابقه سفر، سابقه برخورد با افرادی که کرونا داشتن یا علائم مشابه داشتن رو بتونیم در سابقه فرد ببینیم، وگرنه هر فردی با این علائم اومد میتونه سرماخوردگی عادی باشه. صدای روحام رو بشنویم که این سوال در مورد ورزش داره. تحقیقی آیا صورت گرفته که ورزش های حوازی یا غیر حوازی توی این فصل که الان بیماری شایع شده مفید هست یا خیر، یا اگه کسی حالا دوره‌ای که نهفتگی بیماری هستش بی ورزش های حوازی تو فضای آزاد انجام بده تأثیر مثبتی داره یا منفیه؟ ورزش تو فضای باز یا فضای بسته سوال خیلی از مخاطبمون بوده. سوال جالبیه. ببینید، حالا اینکه مفید هست یا اینکه مضر هست رو بذارید دو قسمت بکنیم. این بیماری از طریق ریه به طور عمده منتقل میشه، این از طریق ریه و از طریق مخاط چشم. اگر ما اون ذرات در واقع تنفسی که وارد ریه میشن از طریق دهان یا بینی یا از طریق مخاط چشم جذب میشن رو نداشته باشیم، بیماری منتقل نمیشه. حالا ورزش کردن اگر در محیطیه که افراد زیادی اون تو هستن، بعضی از اونها ممکنه مبتلا باشن با وجود تب و ناراحتی هایی که با کرونا داشتن، بیان و بخوان ورزش بکنن و عطسه و سرفه بکنن و این رو پخش بکنن و شما هم توی همون محیط باشین، در معرض ابتلا هستید. پس ورزش در محیط بسته میتونه یه مقدار خطرش بالاتر باشه. معمولا توی محیط باز این ویروس، مگر اینکه در فاصله خیلی نزدیک حالا یک نفر سرفه یا عطسه به سمت شما بکنه، این انتقال صورت نمیگیره. بنابراین محیط باز از اون نظر نباید خطر زیادی داشته باشه. همینطور هم رفت و آمدهای عادی عمومی هست که احتمالاً جزو نگرانی‌های مخاطبین
هست که من خیلی سوال میشتم در موردش که اگه ما الان بریم اینجا بریم اونجا چه اتفاقی میفته، خودمون رو زندانی کردیم و امثال اون که احتمالاً بهش میپردازیم بیشتر. پس به طور خاص ورزش کردن میتونه در قوی کردن بدن و قوی نگه داشتن بدن موثر باشه، پس ورزش کلا توصیه میشه. ورزش در محیطی که بسته هستن و امکان داره اونجا افراد دیگه‌ای با سرفه و عطس بیماری رو گسترش داده باشن، پخش کرده باشن، توصیه نمیشه. خیلی ممنون. نگرانی در مورد کمبود مواد ضدعفونی کننده و ماسک از دغدغه‌های اصلی مردمه که فرن یه نگاهی کرده به این دغدغه‌ها تو شبکه‌های اجتماعی. بله، با رسیدن ویروس کرونا به بیش از 80 کشور جهان چه اتفاقی در اون کشورها افتاده؟ مردم نگران از اعلام قرنطینه اجباری یا بخشی از مردم که میخوان کمتر از خونه بیرون بیان برای تهیه مواد خوراکی یا شوینده و ماسک به فروشگاه‌ها هجوم بردن. در این بین سازمان جهانی بهداشت 2 توییت کرده از دیروز تا حالا و از دولت‌ها و کارخانه‌ها خواسته که برای تأمین نیاز مردم تولید اقلام مورد نیاز مردم و مثل ماسک و ژل شستشوی دست رو تا 40% افزایش بدن. این سازمان اعلام کرده که احتکار، سوء استفاده از شرایط، هول زدن برای خرید و افزایش ناگهانی تقاضا موجب اختلال گسترده در عرضه جهانی اقلام بهداشتی میشه و زندگی مردم رو حتی در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا و سایر بیماری‌های عفونی قرار میده. اما افزایش ناگهانی تقاضا برای خرید برخی از اقلامی که الان بهشون گفتم بسیار بیشتر از میزان عرضه اونها تو فروشگاه‌ها شده. اگر به شبکه‌های اجتماعی سر بزنید، تصاویر زیادی از خالی شدن قفسه‌ها، اونهایی که ژل شوینده دست داشتن یا مواد ضدعفونی کننده یا دستمال توالت یا حتی مواد خوراکی مثل پاستا و ماکارونی داشتن تو شهرهای مختلف هم به ثبت رسیده و منتشر شده. مثلا ماسک تنفسی در بسیاری از فروشگاه‌های شهرهای مختلفی مثل پاریس یا کولومبو در سریلانکا نایاب شده. در بریتانیا مشتریان بعضی از فروشگاه‌ها از جمله در لندن و کاردیف پس از کم شدن ژل ضدعفونی کننده دست حالا میتونن تنها نفری 2 از این محصول رو بخرن، اون هم صبح‌ها فقط در ساعت‌های خاص و در صف‌هایی که بایستند. اما محدودیت در فروش یکی از روش‌های مقابله در این احتکار از مواردی بوده که دولت بریتانیا تصمیم گرفته که در نظر بگیره تا کسی اونها را به اضافه قیمت در شبکه‌های مثل آمازون یا ایبی نفروشه. اما ببینیم تجربه مخاطبان ما در ایران و خارج از ایران چطور بوده. یه سری از بیننده‌هامون برای ما از تجربه خرید این مواد ضدعفونی کننده برامون ویدیو فرستادن. سانی که بک زندگی می‌کنم کانادا، تقریباً 2 روز پیش ضدعفونی کننده من تهیه کردم، ولی باز به حساب خانم که تمام شده و گفت باز برو تهیه کن، چند تا فروشگاه مراجعه کردم مثل والمارت و جانکوتاب و همینطور فارماپخی، ولی دیگه هیچ کدومشون الان موجود ندارن. این قفسش هم میبینین که الان خالی خالی. من تفلیس زندگی میکنم گرجستان. دقیقا از 2 پیش که این بحث کرونا و اینا پیش اومد، ما دنبال ماسک هستیم و دنبال ژل ضدعفونی کننده که همچنان پیدا نمیشه. به ما گفتن که قراره بار بیار، قراره تولید شه، ولی همچنان هیچ اتفاق نیفتاده. متاسفانه من در خصوص خرید ماسک، دستکش یک بار مصرف، الکل و هر مورد دیگه‌ای که برای این روزها برای مبارزه با ویروس کرونا نیاز هست، به داروخانه‌های بیشماری سر زدم، حتی به شهرهای مجاور رفتم که شاید بتونم این اقلامو پیدا کنم، ولی به هیچ وجه موفق نشدم. خیلی از داروخونه‌ها روی شیشه‌هاشون زدن که در خانه بمانید، بهترین کار همین است، و نوشتن که هیچ کدوم از این مواردی که گفتم رو ندارن، حتی نمیارن، یعنی کسی بهشون نمیفروشه که حالا اونم بیان به ما بفروشن یا بگیم که تقاضا زیاده، زود تموم شده. مدت زیادیه که این اقلامو نمیارن به هیچ وجه داروخونه ها. من این ماسک از دست فروش خریدم 6 تومن، بعد داروخونه داره میده 25 تومن. تعدادی الان تو سوپرمارکت ها الکل میفروشن، یه مدل الکله که حالا من یه دونه هم گرفتم به اسم الکل به اصطلاح بهداشتی، ولی اووردمش خونه باز کردم بوی بسیار بدی داره. حالا خواستم یه اطلاع رسانی کنید. تو جزیره قشمم از لحاظ تجهیزات پزشکی مثل ماسک و الکل و ژل‌های ضدعفونی کننده اصلا پیدا نمیشه. داروخونه ها به عنوان ماسک ندارن، ژل ضدعفونی ندارن، بعضی از لوازم های آرایشی داخل پاساژ دارن و سوپرمارکت ها که به قیمت بسیار بالایی
فروش میده. اون اوایل این بیماری به چند تا از داروخونه های مهم شهر کاشان رفتم مراجعه کردم و همشون گفتن نه ماسک داریم نه ژل در واقع ضد عفونی کننده. بعد بهشون گفتم که خب قرار نیست بیارید، گفتن که اگر بهمون بدن حتما میاریم. گفتم قیمت چنده؟ گفتن هیچی مشخص نیست. از مخاطبینمون شنیدیم، از آقای دکتر ستایش بپرسیم این نگرانی ها تا کجا طبیعی هستش و چطور میشه این حراس عمومی رو در جهان کنترل کرد؟ بله، خب حراس یک موضوعیه که طبیعی هست، اصلا چیز غیر معمولی نیست و نمیشه به مردم گفت نترسین. ولی چقدر این حراس متناسب هست با مشکل، اونیه که شاید بشه با مردم راجبش صحبت کرد. ببینید، هر وقت که یک چنین همه‌گیری اتفاق میفته مردم هراسان میشن و هر وقت که حتی شبیه اینم نیست اتفاق دیگه میفته. شما بحث بازار رو نگاه کنید، وقتی اتفاق کوچیکی یه جا میفته فکر میکنن یه حالا یه جنگی ممکن اتفاق بیفته یا یه کشتی تصادف میکنه یا یه چیزای کوچیکی میبینید بازار نفت تکون میخوره یا بازار ارز تکون میخوره. این بیشتر ریاکشنای مردم هست به اون اتفاقاتی که نمیدونن بعدن چه خواهد. من فکر میکنم چیزی که خوبه راجبش صحبت بکنیم اینه که ماسک کاربردش در مورد این اپیدمی کرونا خیلی محدود هست. لازم نیست همه ماسک بزنن. ماسک رو فقط کسایی میزنن که یا دارن از بیمار مراقبت میکنن یا خودشون بیمارن و جلوی پخش شدن ترشحاتشون رو میخوان بگیرن یا پرسنل بهداشتی درمانی هستن. ما مورد دیگه‌ای برای استفاده از ماسک در مقیاس عمومی نداریم برای همه‌گیری کرونا و این توصیه اکید سازمان بهداشت جهانی و مرکز کنترل بیماری‌های ایالات متحده هم همین هست که نمیشه شما انتظار نداشته باشین که 7 میلیارد نفر 8 میلیارد نفر بتونن ماسک بزنن و توی خیابون برن و مرتب این رو عوض بکنن. یک چنین چیزی کلاً غیر ممکن است و از نظر لوجستیکی تامینش نشدنی است و نالازم هم است، اهمیتی نداره، یعنی کمکی به کسی نمی‌کنه این رفتارهایی که مردم انجام میدن. حالا جایگزینش چی است؟ این است که حالا برای مواد ضد عفونی کننده که بهش اشاره کردن مخاطبین شما، ما دست شستن رو با صابون معمولی داریم، با مایعات شوینده معمولی داریم که میشه ازش به راحتی استفاده کرد و حتی موثرتر از الکل و ژلای ضد عفونی کننده با پای الکلی هست. چرا مردم اون کارو کمتر میکنن و دنبال اون ژلا هستن که حالا در هیچ جای پیدا میشه؟ منم اینجا توی ژنو هم شما الان، من رفتم داروخانه یک دونه ماسک فقط بودونم، من برای یک مورد آموزشی میخواستم و قیمت ایران 100 هزار تومان پول همون یه ماسک کاغذی بود، نه حتی N95. اینجا هم وجود نداره و این اتفاقی افتاده که همه مردم دنیا دارن راجبش عکس العمل نشون میدن. واقعیتش اینه که این عکس العمل غیر متناسب هست و غیر ضروری. سخت گفتنش به مردم، شاید مردم دوست نداشته باشن این رو بشنون، ولی واقعیت این هست که این کارا واقعا غیر ضروری هست و این کار به این صورت اشکالی که پیش میاره اینه که اونایی که واقعا لازم دارن بهشون نمیرسه. یعنی وقتی همه هجوم میارن که ماسک بگیرن، اون کسی که واقعا مریض داره توی خونه و خودش رو قرنطینه کرده و میخواد به اون رسیدگی بکنه، اون دسترسی بهش نداره. پرسنل بهداشتی درمانی که لازم دارن این ماسک رو داشته باشن ندارن و اون کسی که واقعا بیماره نداره که این ماسک رو بزنه و جلوی آلودگی بیشتر رو بگیره. پس یه ذره بعد با رعایت بیشتری این اعمال رو انجام داد و بدونیم که فایده‌ای که برای خودمون نداره این که ضرر هم داره، چون جلوی دسترسی دیگران رو میگیره. ممنون دکتر ستایش. سوال بتول رو بشنویم. ما سفری با هواپیمای ماهان داشتیم 27 بهمن. بعد از اون احساس کردم که یه مقدار علائمو دارم ولی حالم بد نبود، توی خونه موندم. الان 2 هفته بیشتره که گذشته و حالم هم خوبه. اگه کرونا داشتم کی خیالم باید راحت بشه که تموم شده این قضیه و میتونم مثلا برم به مادر پیرم سر بزنم؟ سوال یکم پیچیده یه سوالی که این مخاطب شما پرسیدن. چند تا نکته در اون. اول اینکه شما اگر سوار هواپیمایی بودید و اومدید و احساس کردین که الان می‌دارین کرونا، لزوماً نداشت. این مورد اول. مورد دومی که میشه گفت اینه که اگر کسی کرونا داشته و بیماریش برطرف شده، این که از قرنطینه شخصی خانگی خارج بشه باید یه تصمیم، یه ذره احتیاج به کمک پزشکی داره. یعنی هر کسی رو نمیشه بلافاصله گفت شما خود میتونید بیاید بیرون. چیزی که ما میدونیم تا اینجا این هست که کسایی که ویروس رو داشتن و مبتلا بودن و این تایید شده،
معمولا بعد از اینکه علائمشون برطرف میشه دیگه آلوده کننده نیستن. این چیزیست که تا اینجا راجع به این ویروس میدونیم. ولی با این حال وقتی که میگن که به مادر پیرم سر بزنم، اون کارو خطرناک میکنه، بخاطر اینکه افراد مسن بالای 65 سال بیشترین مرگ و میر رو تو این همگیری تا اینجا داشتن. و اینکه بخوایم توصیه کنیم که برن از نزدیک با مادر پیرشون سر و کار داشته باشن یه ذره خطرناک است. اجازه بدین من یک بار دیگه این نکته رو تاکید کنم که کرونا از نشستن تو یک اتاق با یک فرد با فاصله بیش از 2 متر اصولا نباید منتقل بشه. اگر رعایت بهداشت فردی رو به طور کامل انجام بدیم، اگر دستامون رو مرتب بشوریم با آب و صابون 20 ثانیه لای انگشت و پشت انگشت، بعد از هر عطسه و سرفه، خیلی افراد عطسه و سرفه میکنن ولی دستشون نمیرن صابون بزنن، این ضروری است که حتما این کار رو انجام بدن، فاصله رو تا 2 متر رو حفظ بکنن و سعی بکنن که حالا دور و اطراف رو، جایی که زیاد دستمالی میشه، روی سطح میز، روی صفحه کنترل تلویزیون، روی صفحه موبایل، اینا رو با همین چیزای معمولی تمیز کننده که هست استفاده میشه مرتب تمیز بکنن. این ریسک انتقال رو اونقدر پایین میاره که واقعا در حد معقولش میکنه، یعنی اونقدر جای نگرانی نیست. ولی با این حال اگر کسی واقعا آلوده بوده، این که بخواد از قرنطینه خانگی بیاد بیرون به این سادگی نیست، باید کیس با کیس، فرد به فرد بررسی بشه، شرایط یه ذره دقیق‌تر بشه، ببینیم واقعا کاملا برطرف شده علائم یا نشده و بعد راجبش تصمیم بگیریم. ممنون دکتر ستایش. صدای پیمان رو هم بشنویم. خواستم بپرسم که با توجه به کمبود ماسک این روزا، چه راهی برای ضد عفونی کردنش تو خونه وجود داره که بشه دوباره ازش استفاده کرد، و آیا آب جوش کرونا رو از بین میبره یا نه؟ یه سوالی هم که خیلی از اون پرسیده بودن این که ماسکی که استفاده شده رو چجوری باید بندازم دور در واقع؟ من فکر کنم دوباره سوال خودم رو تکرار میکنم که ماسک برای چی؟ لزومی نداره افراد ماسک بزنن، و افرادی که سالم هستن، افرادی که از بیمار کرونایی مراقبت نمیکنن و افرادی که جزء پرسنل بهداشتی درمانی نیستن لازم نیست از ماسک استفاده بکنن. ماسک بهشون کمکی نمیکنه. اگر خودشون دوست دارن ماسک بزنن، این بهشون یک حالت آرامش میده، اون یه موضوع دیگه است. خب دیگه تمیز کردن نداره ماسک و موضوعیتی نداره. ولی واقعیت این هست که افراد عادی، افراد کلی جامعه، من و شمایی که هنوز علائم نداریم، بیمار نیستیم، از کسی مراقبت نمی‌کنیم، لازم نیست که ماسک بزنیم. پس فکر کنم این بهترین جواب هست به این پرسش. ممنون دکتر ستایش. بریم سراغ فرن. بله، باید بگم که وضعیت پادگان‌ها و سلامت سربازها در روزهای گذشته موضوع کاربران شبکه‌های اجتماعی بود، اما همین مرخص کردن اونها هم از جز نگرانی‌هایی شد که بین بقیه کاربران بحث‌هایی رو ایجاد کرد. مثلا برخی از اونها رو انتخاب کردم بهتون نشون بدم. مثلا محمد در یک لینک رو از طرف روزنامه ایران منتشر کرده، گفته که سربازان از نبود تمهیدات ویژه مقابله با ویروس کرونا در پادگان‌ها میگن، و مثلا سدی از تجربه خودش نوشته که گویا یکی از نزدیکانش یه هفته در پادگان قرنطینه بوده و الان گفتن برو خونه خودت قرنطینه شو، گویا مشکوک به کرونا بوده. یکی دیگه که گویا خودش سربازه گفته که ما گفتیم پادگان رو تعطیل کنن، نکردن و الان یک آسایشگاه جدا رو اختصاص دادن واسه قرنطینه اونایی که مشکوکن. مسئله اینه که این نگرانی ها، این که از مرخص شدن سربازها و رفتنشون به شهرهای مختلف ممکنه باعث گسترش ویروس کرونا در ایران بشه، وجود داره در بین کاربران. و البته خود سربازها هم بسیار از اینکه ویروس کرونا در پادگان‌های خودشون گسترش پیدا نکنه بین خودشون بسیار ابراز نگرانی کردن. البته همین نگرانی‌ها دقیقاً در مورد زندانیان هم مطرح شده. دیروز مثلا اعلام شد که 54,000 زندانی قراره که به مرخصی برن و اینو قوه قضاییه ایران اعلام کرد. سوال اینجاست که تو محیط‌های بسته این چنینی آقای دکتر چطور میشه از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کرد و جلوی اپیدمی شدن این ماجرا رو گرفت بین این افراد؟ سپاسگزارم. موضوع خیلی مهمی است. ببینید، جایی که مثل سربازخونه، مثل آسایش خوابگاه‌های دانشجویی، مثل زندان‌ها به خصوص که شما بهش اشاره کردین، اینا محیط‌های بسیار پرخطر هستند برای این همه‌گیری. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه افراد خیلی نزدیک به همن، در یک محیط خیلی فشرده زندگی میکنن، فاصله ها کمه، اگر عطسه و سرفه بشه این ذرات ریز پخش میشن و ممکنه توسط افراد دیگه استنشاق بشن، و در این حال خیلی وقتا سطح بهداشت و نظافت فردی و عمومی تو این محیط ها کمتر از اونیه که باید باشه. اگر روش های مختلفی هست، اگر یک
منطقا اینه که اگر کسایی رو میشه از این محیط خارج کرد، کسایی که هنوز علامت ندارن و بیمار نیستن و حالا در یک مقطعی اینا رو مراقبت کرد که مشخص بشه اینا بیمار نبودن و بعد برن تو جامعه، برای خودشون بهتره، برای جامعه بهتره. یعنی این ترخیص ها و این خارج کردن افراد از مرخصی سربازا کلن روش درستی، ولی خب این نیاز داره که سربازا کاملا آموزش ببینن، این رو بدونن که باید تا مدتی خودشون رو قرنطینه بکنن. ما الان چیز اطلاعاتی که در مورد کرونا داریم، به طور متوسط 5 تا 6 روز دوران کمون طول میکشه، یعنی بین 1 روز تا حالا 12 نیم روز داریم موارد خیلی طولانی تر، ولی 5 تا 6 روز میانه زمانی هست که افراد علائم رو نشون میدن. بعد از 5 تا 6 روز اگر علائم دار نشدن، احتمال اینکه کرونا داشته باشن بسیار کم است. پس اگر تو اون چند روز بتونن از سرباز خونه که اومدن بیرون یا از ندامتگاه ها یا زندان ها که اومدن بیرون بتونن یه حالت قرنطینه خانگی داشته باشن، ارتباطاتشون رو محدود کنن، رعایت بهداشت فردی رو بکنن و بعد نزدیکتر بشن به سایر افراد خانوادهشون، به نفع خودشون و به نفع کل جامعه هست. خیلی ممنون دکتر ستایش از وقتتون و خیلی سوال مون که هنوز جواب ندادیم. متشکرم ازتون. سعی می‌کنیم سوالایی که تو این برنامه نرسیدیم بهشون جواب بدیم رو فردا ساعت 6:30 عصر به وقت ایران از مهمونمون بپرسیم. اگه تو اطرافیانتون کسایی هستن که اهل تلویزیون دیدن نیستن و بیشتر سرشون تو گوشی‌هاشونه، بهشون بگید این برنامه هم روی کانال یوتیوب و هم روی وبسایت بی بی سی فارسی گذاشته میشه. حتما برن ببینن. فیلم‌ها و صداهاتون هم با هشتگ از ما بپرس به تلگرام ما بفرستید @bbcshoma. مراقب خودتون باشید.